یکی از مجرمانی که کلکسیون جرایم رو در پرونده خودش داره و هیچ جرمی نیست که نکرده باشه جزو اراذل اوباش دهه 80 بود. از او به عنوان عجوبه و پدیده لاتی در فضای مجازی یاد می‌کنند که اگر مستندات بیشتری ازش بود قطعاً شهرتش بیشتر هم می‌شد. اما او یکی از مجرمانی بود که در خلاف جز معدود مجرمینی بود که ترس از خلاف یا نزاع نداشت. این اراذل اوباش که در اون زمان جزو اراذل سطح 1 تهران بود، سرقت‌های خاص شگردش بود. جواهرات فروشی ها و فروشگاه های کیف و کالاهای لوکس کلکسیونردار ها رو هم در کمتر از 5 دقیقه خالی می کرد. او نیمی از عمرش رو در زندان سپری کرد و از 14 سالگی با بزن بهادری در کانون اصلاح و تربیت برای خودش نامی فراهم کرد. او کسی نیست جز اصغر نصیری، معروف به اصغر خارجی. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. چند سال بعد از برگزاری اولین طرح برخورد با اراذل اوباش در تهران که بسیاری از اونها دستگیر یا از شهر متواری شدند، بار دیگه پلیس تصمیم میگیره با اراذل اوباش پایتخت برخورد کنه. با این وجود پلیس بار دیگه به فکر اجرای طرح‌های برخورد با اراذل اوباش میفته و در یک سال 12 بار طرح برخورد با اراذل اوباش رو در اون زمان اجرا میکنه. بررسی‌های پلیس نشون میداد افرادی که در تهران شروع به شرارت، درگیری و زد و خورد کردن نوچه‌های اراذل اوباش سطح 1 هستند و حالا برای خودشون به دنبال دست و پا کردن اسم و رسمی هستند و به همین خاطر چند نفر رو دور خودشون جمع می‌کنن و اقدام به ایجاد درگیری، ناامنی، ضرب و شتم و تخریب اموال عمومی، سرقت و اموال مردم می‌کنن. نکته جالب توجه در طرح‌های پلیس این بود که بسیاری از این اراذل اوباش از محلاتی مانند ظفر، پونک و نقاطی بودند که تا پیش از این اگر اسم اراذل اوباش یا درگیری در اون میومد برای همه تعجب آور بود. در طرح اولیه بسیاری از اراذل اوباش از ترس دستگیری به شمال و جنوب کشور رفتند و حتی در یک مورد نوچه‌های اصغر خارجی از اشرار به نام تهران در حادثه انفجار گاز همگی در شمال کشور کشته شدند. برخی دیگه هم از مرزها خارج شدند و فرار رو برقرار ترجیح دادند. اما در این میان اراذل اوباش بنامی بودند که همگی دستگیر شدند و به کهریزک رفتند. محلی که هنوز هم بعد از سالها اسرار زیادی در اون وجود داره. اما اراذل اوباش که طعم کهریزک و کانکس ها و اون محیط ها رو چشیدند، بعد از آزادی دیگه هیچ وقت دست به شرارت نزدند و هیچ کدوم جرأت نکردند بگن در کهریزک چه اتفاقاتی رخ داده بود. بعد از دستگیری اراذل اوباش بنامی مانند هانی کرده، اصغر نصیری، مهدی سیا و بسیاری دیگه چند سالی تهران آرام بود و دیگه خبری از عربده کشی، خیابان بندی و حمله و درگیری دست جمعی با قمه و چاقو نبود. تا اینکه کم کم بار دیگه اراذل اوباش فرصت عرض اندام پیدا کردند و این بار جنوب تهران رو به جولانگاه خودشون تبدیل کردند. این اراذل که به واسطه یک کارهاشون نفر اول لیست دستگیری اراذل اوباش در طرح‌های دوری سردار رادان بودند، تونستند یک بار قبل از دستگیری فرار کنند. یکی از این لات‌های جنجالی اصغر نصیری، معروف به اصغر خارجی بود که سرانجام در 28 سالگی دستگیر میشه و به زندان رجای شهر منتقل میشه. او اهل روستای پدر و مادری زنگی کوه یا همون زنجان رود بوده که به دنیا اومده. تو سن 14 سالگی به دولت آباد نقل مکان کردند. تا سن 20 سالگی ورزش کشتی رو انجام میداد و اگه ادامه میداد یک اسطوره کشتی میشد. بعد از رهایی از کشتی درگیری ها شروع شد. جز لات و لوت ها و گندلات های جنوب شهر و جنجالی شهر ری بود. همه جور خلاف در پروندهش دیده میشد. ولی طرفدارانش میگن هنوز کسی پیدا نشده ادعا کنه که جلوی اصغر وایساده باشه. طرفدارانش به اون القاب‌های دیگه‌ای هم دادن، اصغر رابین هود و سلطان رجای شهر. کسی که وقتی بود تمام بچه‌های تهران دلشون قرص بود. اصغر کسی بود که با کارهاش همه خوبای تهران رو به خودش جذب کرد. طرفدارانش میگن اصغر اعضای باند افعی ها، وفا شمر، موسا ملکی، مهدی عشقی، حمید سیا و جعفر سیا، مهدی حقشناس، یدی کرده و خیلی های دیگه که جمعاً 84 نفر بودن رو نوچه های خودش کرده بود.
اما اصغر خارجی که کابوس مردم جنوب شهر و پلیس بود، سرانجام در 10 مرداد سال 85 در حالی که روی تختش در زندان خواب بود، با ضربات چاقو به قتل رسید. نوچه ها و رفقای اصغر خارجی بعد از دستگیری او از ترس دستگیری راهی شمال شدند و در انفجار گاز ویلا جانشان را از دست دادند. البته اراذل اوباش دیگه هم از سوی پلیس دستگیر شدند. این افراد همگی از نوچه های این اراذل اوباش به نام تهران بودند و برای خودشون بعد از ایجاد دعواهای محلی اسم و رسمی پیدا کرده بودند. اما خیلی زود از سوی پلیس دستگیر شدند و به اونها اجازه داده نشد تا تبدیل به اراذل اوباش سطح یک بشن. اونها خودشون رو یک بزن محله میدونستند و حتی اگه کسی سفارش برخورد با فردی رو داشت به اونها مراجعه میکرد. او که از سال 1377 دارای سابقه کیفری بود، در سال 85 به علت ایجاد اخلال در نظم عمومی با سلاح سرد و گرم دستگیر و با کیفرخواست محاربه تحویل دادگاه میشه، اما چند ماه بعد در زندان کشته میشه. او در تابستان 84 در یک قرار فروش مواد مخدر به خاطر 20 کیلوگرم مواد در فلکه 3 خزانه حمله مسلحانه میکنه و در جریان درگیری با باند مقابل برادرش از ناحیه پا مجروح میشه. او بار دیگه در مرداد سال 84 در فلکه خزانه شروع به درگیری میکنه و بعد از اون از محل فرار میکنه. او علی‌رغم قد کوتاهش بسیار فرز و یک بزن بوده، به همراه نوچه‌هاش به یک نمایشگاه خودرو در محله یخچی‌آباد حمله میکنه و علاوه بر تخریب خودروها 2 نفر رو مجروح میکنه و باز هم موفق میشه قبل از رسیدن پلیس فرار کنه. از نظر خیلی از طرفدارانش، اصغر نصیری، همون اصغر خارجی، تو لاتای بعد از انقلاب بی‌نظیر بوده. اسطوره واقعی لاتی اصغر خارجی، اصلیتش بچه زنجان بود. 37 سال بیشتر عمر نکرد. بیشترم تو زندان اسطوره گندلات ها بود. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.